سلام مهرانم از چنل یوتیوب سلیسیوم بریم در مورد تایم در جاوا صحبت بکنیم و یه دونم ساعت دیجیتالی باهاش بسازیم یه چیز خیلی ساده و بریم ببینیم کلا قضیه چیه میخوام کم کم وارد داکیومنت ها بکنمتون چون زیاد خوب نیست همه چیز رو بیاید از ویدیو یاد بگیرید وابسته به ویدیو ها باشید چون در آینده پروژه بهتون میدن که توی هیچ ویدیویی گفته نشده و باید خودتون جستجو کنید و پیدا بکنید و خب نمیشم واقعا سوال کرد میبینید موضوع خیلی سخت تجاریه و اصلا این کار رو نمیشه کرد داکیومنت هم یعنی مستندات اون آموزش هایی که اون سازنده مثلا کتاب خونه ابزار فانکشن کلاس خودش اومده توضیح داده کلاسش چیه و چه کار میکنه چطوری ازش استفاده کنید در جاوا برای اینکه بتونیم زمان رو بگیریم یه کلاس از تحت عنوان دیت یه آبجکته و از این دیت استفاده میکنیم و زمان سیستم کاربر رو میگیریم اینو در نظر داشته باشید جاوا که تا اینجا یاد گرفتیم داره سمت مرورگر کاربر اجرا میشه خب وقتی سمت مرورگر کاربر پس داره زمان سیستم کاربر رو میگیره ممکنه کامپیوتر و طرف ساعتش غلط باشه خب چیکار میشه کرد هیچی دیگه جاوا اون دیتش داره زمان رو اشتباه میگیره ولی دست کم اینو میدونیم که داره زمان سیستم کاربر رو میگیره حالا میگم دیت جی اس همینطوری بنویسیم ببینیم چی میاره همین سایت اول مثلا نوشته developer.mozilla.org داکیومنت هایی که برای جاوا جمع کرده خیلی خوبه توصیه میکنم حتما مقالات این سایت رو بخونید توضیح داده گفته که یه دونه کلاس دیت داریم شما نیو دیت می نویسید و براتون اون زمان رو میده حالا این جنس احتمالا کد نویسی توی فایل نداشته باشیم کد نویسی ولی توی کنسول رو داشته باشیم من همینجا می نویسم چی می نویسم بذارید نو بیارم بالاتر خب می نویسم نیو دیت با دی بزرگ به هم چی میگه میگه که سانده مارس چهاردهم فلان فلان اینم ساعت این هم ساعت سیستمتی که مال سنترال یوروپیان استاندارد تایم اگر ایران باشید می ایران تایم مثبت سه و نیم جی ام تی اید رو رد بکنیم ساعت تابستانی شروع میشه میشه چهار و نیم مثبت چهار و نیم و همینطور داره اون زمان رو به هم میده بعد حالا ببینیم چه توضیحاتی داده مثلا گفته که اگر شما بنویسید دیت داره زمان رو به صورت عددی که حالا زمانی که از یک ژانویه 1970 ساعت UTC همون وقت گرینویچ از ساعت 0000 شروع شده به ثانیه بهمون میگه عجب اه... یعنی چی یه بار اول اینجا تست بکنیم من می نویسم date now پارانتزاشم میذارم و بهم به میگه یه همچین عددی این عدد چیه اینا که میلی پس میتونید حتی این عدد رو تقسیم بر هزار کنید تا به ثانیه دست پیدا کنید این همه ثانیه خب از 1971 جامعه ساعت 00 از وقت گرینویچ گذشته میشه یه میلیون و 615 و هزار ثانیه و فلان و فلان البته یه میلیون که نه یه میلیارد یه میلیارد و 600 میلیون ثانیه تقریبا گذشته بذارید یه کمی در مورد فلسفه زمان گرفتن توی کامپیوتر با هم صحبت کنیم خیلی زشته که برنامه نویسی رو شروع کنید و برنامه نویس باشید ولی مثلا اپیک تایم رو ندونید چیه یا مثلا یونیکس تایم رو ندونید چیه من همین یونیکس تایم رو تو گوگل می نویسم یه کمی تاریخی صحبت کنیم نیاز اینا رو بدونید جزء موارد برنامه نویسی حساب میشه اینا رو ندونید در مورد زمان توی همه زبان به مشکل برمیخورید خب یونیکس تایم یا همون اپیک تایم یا پازیکس تایم همون سانی های گذشته از زمان اپیک حالا زمان اپیک چیه؟ اومدن همینطوری سر خود گفتن که یک جامعه 1970 باشه مبدع زمان برای حالا محاسبات کامپیوتری که کاملا هم دیکتاتوریه توی کامپیوتر خیلی رواج داره سیستم های دیکتاتور خیرخواه یعنی اصلا پروژه های موفق غالبا یه دیکتاتور خیرخواهی دارن مثلا لینوس توروالدز رو در نظر بگیرید یا مثلا ون روسوم رو در نظر بگیرید و افراد این چنینی دیکتاتورهای خیرخواهی هستن که اون بالا قرار گرفتن به شیوه دیکتاتوری ولی خیرخواهان پروژه ها رو میبرن بالا حالا اینم اینطوری انتخاب شده که کاملا دیکتاتوریه هیچ دلیل خاصی براش نگردید البته اگه شما حالا سرچ کنید مثلا ون یونیکس و یونیکس سیستم عامل خفنی بود که در دهه هفتاد میلادی نوشته شد ون یونیکس کرییتد بهتون میگه که سه نوامبر 1970 راستیتش یادم رفته این 1970 رو چرا انتخاب کردن قدیما زیاد کتاب میخوندم و ما سند میدیم اونجا گفته بودن ولی فکر کنم به همین تایم رب داره دیگه مثلا گفتن 1971 یونیکس uh, رو ساختیم حالا مثلا یک زمان رونتری انتخاب کنیم 1970 باشه فکر کنم این بود دلیلش ولی به هر حال داره از اون لحظه به بعد ثانیه ها رو برامون میشماره و هر روز 86000 86400 ثانیه داره اضافه میشه این 86000 از کجا اومده اه, یه دقیقه چند ثانیه است 60 ثانیه است هر ساعت چند دقیقه است 60 دقیقه است پس هر ساعت 3600 ثانیه است حالا یه روز چند ثانیه چند ساعت 24 ساعته اینا رو به هم ضرب کنیم میشه 86 هزار ثانیه پس هر روز داره به اون عدد 1 میلیارد و 600 میلیون 86 هزار ثانیه اضافه میشه بیاید یه محاسبات کوچیک بکنیم و یه کار خوشگلم بکنیم ببینم اینجا نوشته یا نه ما یک فاجعه ای هم داریم یک فاجعه ای قرار رخ بده در سال 2038 اینو هم باید بدونید به عنوان برنامه همین 2038 که می نویسید می نویسه سال 2000 مشکل سال 2038 بریم ببینیم این مشکل چیه قضیه از این قراره که استاندارد یونیکس اومد گفت که خب زمان از یک ژانویه 1970 شروع بشه زمانهای قبل از اون رو منفی در نظر میگیره حالا هر ثانیه‌ای که مونده به 1970 و زمانهای بعد اون رو مثبت در نظر میگیره یعنی زمانهایی که داره از اون رد میشه حالا مشکلی که هست اینه که اون زمان و حالا الان هم حتی خیلی از سیستم ها توی ادارات توی شرکت ها توی دیتا سنتر ها توی نرم های مختلف الان یه یخچال فریزر می خرید مثلا اینا رو باید در نظر گرفت سیستم هاشون بودن این خیلی نکته مهمیه 32 بیت یعنی چی؟ یعنی 32 تا بیت حالا بیت ها هم یا صفرن یا یکن جایگاه هست که میتونه اونجا اعداد قرار بگیره اینو در نظر داشته باشید وقتی داریم میگیم 32 بیت یعنی دو به توان 32 دو به توان 32 چند تا جایگاه من کلکیولیتر هم رو بیارم ببینید دو بهتوان ده میشه ۱ ده و 4 124 اینرو حداقل من از دبیرستان حفظم بعد دو بتوان 20 میشه دو تا ۱۰ 4 دو بتوان ۳۰ میشه یه ۱ دیگه خب و دو بهتوان 3 و یک میشه یه دو دیگه دو بهتوان 3د میشه یه دو دیگه پس دو بتوان 3ود میشه این همه میشه چقدر 4 میلیارد و 20 میلیون 4 میلیارد و دیویس میلیون خونه هست برای محاسبه سانیه ها سانیه هایی که از 1970 رد شدن حالا یه نکته جالبی هست ببینید من گرامیت رو هم بیارم بالا یه چیزی بنویسم ببینید اینجا 1970 هست خب ما چهار میلیارد ثانیه توی سیستم های سی و بیت میتونیم ذخیره کنیم خب چهار میلیارد ثانیه ولی یه مشکلی هست ما یه زمان قبل از 1970 داریم و یه زمان بعد از حالا اینو بگید با رنگ سبز بکشم خب یه زمان هم بعد از 1970 داریم کل این زمان کل این میتونه باشه چهار میلیارد ثانیه یعنی برای این قسمت دو میلیارد ثانیه میتونیم تو حافظه ذخیره کنیم تو سیستم های سی و دو بید و برای اینجا هم دوباره دو میلیارد ثانیه خب اینجا یه کمی مشکل دار شد قضیه ببینیم تا چند ثانیه رو میتونیم محاسبه کنیم حالا من اینا رو پاک بکنم خب چهار میلیارد ثانیه که داریم نصفش میشه برای زمانهای بعد از 1970 نصفش میشه برای زمانهای قبل از 1970 پس من اینو میگم تقسیم بر دو حالا دو میلیارد و صد میلیون بعد از 1970 داریم این کلا میشه چند روز گفتیم که هر روز 8400 هشت... ثانیه است پس این همه روز رو میتونیم پوشش بدیم حالا هر سال چند روزه هر سال 365 ممیزه 25 صد و شست و پنج و پنج حالا ما همون 365 در نظر بگیریم 365 روزه پس به صورت عملی این یونیکس تایمی که ما داریم یا پازیکس تایمی که داریم یا اپیک تایمی که داریم توی سیستم های 32 بیت میتونه تا 68 سال بعد از 1970 رو محاسبه کنه دقیق ترش رو بخواید بدونید اینجا نوشته نوشته که ما حتی اکثر تا سال 2038 ژانویه 19 هم این روزش رو ساعت حالا مثلا 3 و مثلا 14 دقیقه و این چیزاش رو میتونیم محاسبه بکنیم و بعد از اون رو نمیتونیم محاسبه کنیم کمترین زبانی که میتونیم محاسبه کنیم چیه؟ حالا اینجا یه لحظه نوشته بود اگه بیاره سال 1971 یعنی چی؟ بذارید حالا من این رو بهتون توضیح بدم ما 68 سال رو داریم از 1970 ۱۹۷۷... حالا اگر 68 سال حالا ما فکر کنم صفر دو بود کم بکنیم چی نوشتم فکر کنم اشتباه نوشتم از 1970 ۶۸ ممیز دو رو کم بکنیم میرسیم به سال 1901 قبل از 1901 رو بخوایم محاسبه کنیم تو سیستم های دو بیت به مشکل برمیخوریم همچنین از همین 1970 بخوایم 68 ممیز دو سال دیگر رو حساب کنیم میرسیم به سال 2038 توی اون سال دیگه همه اون بیت ها اون خونه هایی که بود همهشون از دم پر میشن و یهو توی 19 ژانویه 2038 هزا ساعت به جایی اینکه یه ثانیه بره جلو یهو میرسه به 1901 و اونجا فاجعه رخ میده و همه سیستم های 32 بیتی تایمشون به هم میخوره و ما میدونیم که توی خیلی از برنامه نویسی همون تایم مهم زمان مهمه و اونجا میبینیم که به مشکل برخوردیم خب راه حل چیه راه حلی وجود نداره تو سیستم های 32 بیت راه حل اینه که بریم رو سیستم های 64 بیت سیستم های 64 بیت چی گفتیم که دو به توان 10 میشه 10 24 اگر 6 تا 10 24 بنویسم میرسم به دو به توان 60 خب درسته یه دونم دو به توان چهار بنویسیم خب سیستم های 64 بیت این همه ثانیه رو میتونن محاسبه کنن مثلا سیستم من 64 بیت این همه ثانیه میتونه برام محاسبه بشه حالا توی این زمان بسیار بزرگ میخوام ببینم که میتونه چند سال رو برام محاسبه کنه میدونم که خب هر روز 84400 ثانیه است هر سالم 365 روزه میتونه برام این همه سال رو کلا محاسبه کنه اینو باید تقسیم بر دو بکنم چون نصفش مال زمان رو به جلو نصفش مال زمان رو به عقب پس تقسیم بر دو میکنم میشه این همه سال بکنم قبلا اینو حساب کرده بودم نمیدونم اشتباه محاسبه کردم یا نه ولی یه چیزی در حدود 300 میلیارد سال میشه 300 میلیارد سال خیلی زیاده ها 300 میلیارد سال قبل از 1970 و 300 میلیارد سال بعد از 1970 یا لا دقیق ترش میلیارد سال کل عمر کیهان چقدره حالا بنویسیم یونیورس Age فکر کنم 13 میلیارد و 8 بود میبینید در حدود ۱۳ ممیز 8 میلیارد سال دقیق ترش 30 13 و 77 میلیارد سال بود خب ما که میتونیم تا 300 میلیارد سال رو محاسبه کنیم زمانی که وجود نداشت البته پس سیستم های 64 بیت میتونن کل زمان قبل رو محاسبه بکنن زمان های ها دیگه مشکل ندارن 300 میلیارد سال فکر نکنم انسان ها دیگه وجود داشته باشن پس همین date.now داره همون ثانیه ها رو برامون میگیره date.parse رو خودتون بخونید این سادیه خوبی که داره اینه که شما روی هر کدوم از اینا کلیک بکنید بهتون روش استفادهش رو میگه مثلا ببینید اینجا که نوشته get date روش کلیک بکنید قشنگ اومده به صورت کد براتون نوشته مثلا میگه که یک تایمی رو ست بکنید بعد بنویسید مالا توی برسته قرارش بدید بعد بگید برسته دات get دی بهتون اون روزی که اون تایم هست رو میگه حالا 19 آگوست بود بهتون 19 آگوست رو میده میتونید کد رو رام بکنید ادیت بکنید هر چیز دیگه ای که خواستید اینجا مثلا بنویسید من مینویسم 18 رام میکنم 18 رو بهم به, به عنوان خروجی میده توضیحات داده قشنگ خودتون حتما بیاید اینجا و اینا رو بخونید حالا من به عنوان نمونه همه اینایی که گت دارن رو میگیرم از اینجا دیگه گت تایم و گت سکند و اینا همه رو از دم میگیرم میارم اینجا توی این فایل html توی clock.js بعد میام اینجا همه اینا رو سلکت میکنم اون اضافه هاشون رو پاک میکنم ببینید میام این لاین پایین همه رو پاک میکنم چی نوشته گفته که حالا دیت من اون پروتایپ رو نمیخوام پس این رو پاک کنیم همه این متن رو میخوام کنسول دات کنم یه بار پس میگم چی کنسول دات این مقادیر رو برای اینکه بدونم هر کدومم چیه یه متنی هم بهش بچسبونم بگم که مثلا یکی دیت یکی دیه و همینطوری همین کدی که اینجا نوشتم رو یه بار اینجا اجرا میکنم یه اروری ازم گرفت فکر کنم مشکل اینه که اینا عدد من نمیتونم مستقیما اونجا به اون شکل قبلی قرارش بدم اینا رو چیکار کنیم بندازیم توی بکتیک و توی بکتیک دلار ساین بذاریم و از این علامت ها از این کارا خب بکنم اینطوری بتونیم نمایشش بدیم بازم ارور داد میگه که get date function نیست عجیبه آهان ببینید بچه ها مشکل اینه که این دیت براش مشخص نشده حالا سوتی من بود من یه متغیری میسازم حالا بذارید این رو از اول سلکت بکنیم همه رو خب میگم یه متغیر میسازم به نام مای تایم خب و این مای تایم رو بالاتر یه بار بگیریم میگم مای تایم مساوی باشه با دیت مثلا نیو دیت دیت من این مای تایم رو گرفتم بعد می مثلا مای تایم دات مثلا get date کن get day کن get full year کن get hour کن میلی سکند مینیت مانس سکند و get time کن خب همین رو سیو میکنم الان رفرش میزنم برام نوش میگه که دیت 14 همه دیت صفر این دیت صفر یعنی چی روزها رو اومده با شماره گفته دی صفر میشه اه... یک شنبه ساندی بعد یک میشه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تا شیش از صفر تا 6 هفت تا عدد داریم هفت تا هم روز داریم شما میتونید بگید که اگر 0 بود بگو که همون یک شنبه ایم بعد روز 14 همه ماهیم پس این get day رو هم متوجه شده چه get full year هم سال رو بهمون به میده بعد hour, millisecond, minute, month, second و اون تایم رو بهمون به میده به صورت ثانیه هایی که از 1970 گذشته اگر من هر ثانیه اینو بیارم بالا ببینید 9 بود الان 0 شد دو سه این سه تا هم میلی سکنده خب این عالیه حالا این جلسه خیلی طولانی شد جلسه بعد همینجا یه دونه با هم ساعت دیجیتالی خیلی ساده می ویدیو حتما در یوتیوب لایک کنید چنل یوتیوب سابسکرایب کنید روی زنگوله هم بزنید و آموزش ها رو تو معرفی کنید دونیت که اصلا نمی کنید دونیت بکنید و همینا تا جلسه بعد فعلا.